تمنه د افغانستان سفارت سبا له افغان ډیپلوماټانو د ایران د بهرنیو چارو وزارت ته وسپارل شي. د ایران په پلازمینه تهران کې د اسلامي امارت استازو ته د افغانستان د سفارت د تسلیمۍ د راپورونو تر خپرېدو وروسته تمه کیږي افغان ډیپلوماټان سبا یک شنبه له دغه سفارت ته ووزي. په تهران کې یو افغان ډیپلوماټ حامد رهگذار رسنۍ ته ویلي چې ایران له دوی غوښتنه کړې چې سفارت د طالبانو ته وسپاري. امارات لا نه دی ویلي چې څوک د سفارت سرپرست او یا هم د خپل حکومت د استازو په توګه دغه سفارت لیږلی دی. که څه هم اوسنی نظام هیڅ کوم هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی، خو دا مهال اسلامي امارات په پاکستان، چین او روسیه کې فعاله استازولۍ لري. سلامونه او نیکی هیلې، وخت مو په خیر. مهراق ته ډېر ښه راغلاست. زه فیصل فیضان او د همدې موضوع په تړه راسه په بس کې درانه میلمانه د افغانستان د واحد ملت د یووالي بهیر مشر ډاکټر صاحب محمد زلمی افغانیار او تر څنګ هم د سیاسي چارو شنونکی ډاکټر صاحب بصیر رنجبر میلمنی چې د موضوع په تړه به خبرې ورسوله. ما دواړو میلمنو ته ډېر ښه راغلاست وایم. ډاکټر صاحب، که بحث له تاسو څخه پیل کړو، د اسلامي امارت په ایران کې سفارت اخیستل او په عموم کې د اسلامي امارت چارواکو ته سپارل، فکر کوئ آیا رسمیت پیژندنه ده؟ بسم الله الرحمن الرحیم. عرض حرمت خدمت شما فیضان صاحب، خدمت جناب ډاکټر صاحب رنجبر و زمین تیرک سلام میخوایم داشت باشم. خدمت ملت افغانستان در هر گوش از جهان هستی که هستن و برسوم آرام و سهدمند باشن همراه اعضای فامیلای محترمشون. توازوهای دشمن مکر سیادی بود بدل که خم خم رفتن سیاد بهر قتل مرغان است. اگر ما تجزیه بکنیم، تحلیل بکنیم، پیرامون روابط و ضوابط کشورهای همسایه پیرامون افغانستان برمیگرده به تعریف منافعشون. در طول 40 سال کشورهای همسایه افغانستان هیچگاهی نخواستند که در افغانستان حاکمیت های باشه که او بتانه از اسلام‌آباد تا بطرخم، از واخان بدخشان تا به نیمروز را حاکمیت بکنه. و امروز هم که بعد از 18 ماه ایران آمده پیرامون موضوع مطرح بحث پیامی داره، و اگر راست میگن هیئت رهبری ایران و در رأسش که خامنه ای هست، چرا همو روابط دیپلماتیک سیاسی خود را به او وجه بین المللی نمیده؟ بله. چرا پاکستانی ها به او وجه بین المللی نمیدن و او میاین روابط دیپلماتیک غیر مستقیم مطرح بحث میسازن؟ در دو کشور همسایه پاکستان و ایران ما به میلیون ها مهاجر داریم و این مشکلات مواجه هست با مهاجرین ما. اکثریت مهاجرین که بیش از میلیون ها نفر میشه، اولادشان هم درس میخوانند، تحصیل میکنند و خودشان هم مسئولیت کاری دارند که با روادید و پاسپورت های هست که بر از جمهوریت بوده توزیع شده بود. طبعا اینجا مشکلات ایجاد شده بود و باز یا استیکر خورده بود. حتی ما طریق مطبوعات شنیدیم که حجاج افغانستان هم که به عربستان رفته بودند چون پاسپورت هایشان استیکر خورده بود، باز او را پس از میدان هوایی جده او را پس واپس کردند. خب ایرانی ها می خواهد چطور بتانه از طریق افغانستان منفعت کسب بکنه؟ و در این شرایطی را که ما می بینیم که 1000 تومان ایران 1.5 افغانی میشه. روزی یادم هست در دور قبل حکومت طالبان وقت که مرد فعلی هست، 1000 تومان ایران 1 لک افغانی ما میشد. بله. امروز 1.5 روپیه ما 1000 تومان از او میشه و هر روز هم با او با مشکل مواجه هست. و از طرف خوابهای خیالی که او بر افغانستان دیده بودند، کمان موضوع تجزیه افغانستان مطرح بحث بود و تمویل گروپ ها و افراد و اشخاصی که کمی لحظه هم در تهران در خانه های بسیار لوکس و مجلل ششته هستند و مطرح بحث دارند. دید که در طول 18 ماه او نابرابری ها رو او فکر میکردن نشد، پس او مکلف به این شدن که روابط دیپلماتیک سیاسی خود یکم به او رسمیت بیشتر بدن. او مکلف بودن که به اساس حاکمیت ها هست سفارتخانه ها. امروز هم که در افغانستان حکومت فعلی امارت اسلامی هست، خب طبعا سفارتخانه ها مربوط افغانستان هست. حکومت ها میآیه و میره، روابط حکومت ها میبانه، ملت ها هستند که حاکمیت ها را حمایه میکنند. و امروز هم اگر ما بیش از 4 میلیون مهاجر در ایران داریم، 6 میلیون مهاجر ما در پاکستان داریم، خب طبعا یا موضوعات قنصلی دارن، موضوعات داخلی دارن که باید از طریق سفارتخانه های افغانستان، از طریق قنصلگری ها باید حل شوند. و ایرانی ها به اون مبنا آمدن مطرح بحث قرار دادن. ما دیدیم که از طریق جمع کثیری از سیاسیون افغانستان هم واکنش های متعدد پیرامون موضوع مطرح بحث شد. اما هدف این هست که ملت افغانستان چطور در آرامش روحی و روانی زندگی بکنه و مکلفیت حکومت فعلی هست که از اتباع خود در هر گوشه دنیا مطلع باشه. این که امروز دنیا کشور افغانستان را به رسمیت نمیشناسه، مطرح بحث این هست که چطور او بتونن تطبیق عمق استراتژیک منافع سیاسی شان را در افغانستان داشته باشه. اگر خواسته های به شمول ایران و پاکستان قبول شوه، بر مبنای تحمیل مهره هایی که او میگن در حاکمیت، در وزارتخانه ها، در سفارتخانه ها و در ولایات، ایران
مطمئن باشین که این مشکل حل میشه. اما پافشاری حکومت فعلی افغانستان بر مبنای عدم قبول خواسته های فرامنطقوی پیرامون این موضوعا باعث شده شده که حکومت فعلی را به رسمیت نشناسند. بیر ازیت منن لکاسی پاستر بیتر اوگرزو رنجبر سب از ما سلام لتاسی هم وم مده یولورتا تاسی تا دقیقه پتشتا چه شاخوه تلس میاش تیریگ اسلامی امارت پر رسمی دول بانده نده پیجندل شوه یا نده سر رسمی یادی که هم تروس پوری ندی رامنسا شوی فکر که وید ایران لوری دغس اقدام راسه حال که چه ایران دا امریکا سر در دیره پا تزاد که واقع ده یملا ورسر پراخ ستونزی لری ده افغانستان در رسمیت پیجندنه که چه پیخه ولیشی یا عموم که تأثیرات چه دلوده ایشی؟ مهربان خدای پنامه تاسی ته دکتر سه وفانیار ته استاد سیدی رو محترم مولیدون که ته سلامونه و احترامونه علیکم سلام دقیقه سی روابط دیده به ملکتون و پمینز که دیر عادی روابط دی دی معنی چی که یو سفارت یو حکومت ته بر چې په اقتدار ده حاکمیت په لاس کې ده تسلیمیږي دا ډېر طبیعي خبره ده هلته که سفارت موجودي باید همغه قوت سره یي چې هغه په خپل مملکت کې تسلط لري چاره یې په لاس کې دي داسې نه شي کېدی چې مملکت د یو چا په لاس کې او سفارتونه د بل چا په لاس کې دا نه مني مثلا امریکا هم چې طالبانو سره تاسو پورې نږدې روابط و سفارتی و هغه نه دی جهاد کړی د افغانستان سفارت وتاړ اس دې چې هغه بل نفر را نغی ورته زما مطلب دا ده چې دغه سفارتونو کې فعالیتونه د هغه وګړو د هغه اتباعو د دې مملکت هلته ژوند کوي په مختلفو دلایلو هلته ځي او راځي د هغوی د مشکلاتو د حل لپاره او د همغه مملکت او په خپل مملکت کې پر سر اقتدار قدرت سره د روابطو او تعاملو د ایجادولو لپاره دا هیڅ په دې معنا نه ده چې دا په رسمیت پیژند رسمیت پیژندل بیخي بله خبره ده هغه اعلانه صادرېږي په هغه مورد کې چې دا یې په رسمیت وپېژندل یا سفارت ته که څوک لیږل کېږي د سفیر په حیث د هغه اګریمان غوښتل کېږي هغه اګریمان چې بیا صادر شو هغوی قبول کړو چې هو همدا څوک دې راشي تاسې په نوم باندې هغه ته یو اعتمادنامه ورکول کېږي هغه بیا ځي دا اعتمادنامه شخص اول دغه مملکت ته وړاندې کوي تاسو د ریسپټ پیسې سفیر او پیسې نماینده د فوق العاده د رئیس جمهور یا د پاشا یا هر څوک چې دغه پیدا کوي دا مراحل دلته نه دي انجام شوي دا د رسمیت پیژندلو په معنا دي که هغه انجام شي مګر عادي چې سفارت د هغه حاکمیت چې په مملکت کې ده هغه ته تسلیمیږي یا د هغه ډیپلومات چې مقرره سوی د کار په راس کې راځي دا د ډېر عادي مسله ده دا د تعامل د ایجاد لپاره د روابطو د ایجاد لپاره د دو لپاره ډاکټر صاحب ستاسو خبره په ځای خو بل لور ته همدغې موضوع ته ورته اوس د اسلامي امارات سازولۍ د نړۍ په سطحه فقط د څو ګوتو په شمېر هېوادونو کې شته ما مخکې په مقدمه کې یادونه وکړله په پاکستان چین روسیې او ترکیې کې هم یادونه شوې چې اوس عملا د اسلامي امارات سازولۍ فعاله دي ولی دغه سازولۍ په اکثریت نور هیوادونو کې نشته یا دغه زمینه په تیرو اتلسو میاشتو کې نه ده رامنځته شوې که څه هم د تیر حکومت ځینې استازي عملا شته اما تر ډېره پورې همغه هم بهرنیان په یو ډول د اسلامي امارات څخه جدا یا استثنا ګڼي د دې لحاظه باید وګورو چې افغانستان کومو مملکتونو ته ډېر اهمیت لري بله زیاترین اهمیت افغانستان خپل همسایګان همسایګان په مختلفو مسایلو موږ سره نغښتي دي د موږ کارونو سره په یو بل کې پیچل شوي دي که ایران ده که پاکستان ده که روسیه ده که هغه هم د همسایه په حیث نیسو که چین ده که موږ شمالي مملکتونه دي ازبکستان دا نور دي په لرې مملکتو کې یو امریکا زیاترین لایق لري دلته نور ملایق لري خپله مګر څه روابط چې باید دي اقتصادي لحاظه د سیاسي د اجتماعي د تګ راتګ لحاظه دي یو بل سره په بعضې مسایلو کې ضرورتونه په موارد کې نشته چې هغه هم خپل مذاکرات په دا دوام لري او سفارت تقریبا فعاله ده گرچې هغه د قطر راغی نمایندګي د منافع وکوي په افغانستان کې خو په هر صورت څومره ضرورت ده چې د روابط دغه مملکت سره ولري د خپل منافعو په اساس دغسې زمینه باید ایجاده کړي چې دغه روابط دغه تعامل تأمین وي زه تاسو ته یو بل مثال وایم په عین مملکت کې په ایران کې یو وخت زه هم
د سفارت مسؤول ومه په 95 کال کې پیښه د سپدیر لسو رات په 95 کال کې په افغانستان کې د جیم تغییر او کافی زلال امین او اصل شو په قدرت راغی روسان امر غل افغانستان ته مناسبات د ډیرو مملکتونو سره خراب شو په جمله کې په ایران سره ایران افغانستان په رسمیت نه پیژن مګر د 95 کال په اخرو کې زه په هیڅ نماینده د افغانستان راغلم ایران ته همدغه سفارت روس ده همدغه کې امیر کې سفارت تقریبا ټول په غاړه واخیستل هغه سفارت ټول دغه په اختیار کې و روابط هم ټول درلودل 15 کال از هلته ومه مګر موږ یې په رسمیت ونه پیژندو ما د وزیر مختار په سطحه باندې ټول روابط درلودل ټول اختیارات مې درلودل په هغه وخت کې امام خمیني په قدرت کې و له هغه سره مې څو وارې ملاقات کړی ده همدغه چې اوس رهبر د مذهبي د ایران د خامنه‌ای هلته د اخرو کې د رئیس جمهور ملاقاتونه سره کړي له نورو وزیرانو نو ټول سره رابط بیخي هغه جلان درلوده مګر موږ یې په رسمیت نه پیژندلو تر اخره پورې چې زه له غږه راتلم مطلب دا ده چې دا یو پروسه د عادي د مملکتونو په منځ کې ده چې د روابطو د ایجاد لپاره د تعامل لپاره د لپاره چې اوس یې خپل هغه ګډ مسایل سره اسانه حل کړي دغه روابط باید ایجادي دا سفارتونه نمایندګي د حاکمیت کې موجود مګر د رسمیت معنا نه ورکوي ډیر زیات مننه ډاکټر صاحب تاسو ته بیرته راغوځه فونیر صاحب که څه هم یو لور ته ډاکټر صاحب دغه مورد ته تر ډیره پورې په خاسترګه ګوري اوس په نړیواله کچه ستاسو په باندې څه ستونزې راولاړولای شي زه دغه مورد ته بیا هم یادونه کوم ایران د امریکا سره ښې اړیکې نه لري یو لور ته تر ډیره پورې نړیوال دي ته مندزري چې امریکا اقدام وکړي د افغانستان رسمیت پیژندنې په اړه باندې او هغوی هم همغه لاره تر ډیره پورې تعقیب او دنبال کړي اوس دغه موضوع ستاسو په باندې څه پیښولی شي در سیاست که معقول است میگن منافع مهم نیست تعریف منافع مهم هست ما برگردیم ببینیم که آیا به اساس تعریف منافع خود او با ما رابط دارن یا به اساس تطبیق عمق استراتژیک منافع سیاسیشون در دور قبل طالبان که امارت فیلی هست پاکستان اولین کشوری بود که به رسمیت شناخت و امروز ما بارها از جمهوریت تا به امارت گفتیم که در افغانستان موضوع منابع و مدیریتش مطرح بحث هست چرا روسیه چرا چین چرا پاکستان چرا ایران چرا دوحه و چرا در بعدش هم ترکیه اقدام به چنین اعمالی می نمایند به خاطر چی هست به خاطر ازی هست که در افغانستان ما منابع سرشار طبیعی زیادی را داریم و برخورد سیاسی دیپلماتیک امارات فعلی که طالبان وقت هست را ایران خوب می فهمه پاکستان خوب می فهمه هرات محیط زندگی ما است اسلام قلعه خانه ما است خوب یادم میاد در دور قبل طالبان ایرانی ها به شمول حزب وحدت و شاهد بس ملت افغانستان هست مردم اسلام قلعه هست و به کراتی را ما گفتیم و باز هم میگیم یک حافظه تاریخی هست همراه حزب وحدت آمدن به اسلام قلعه 72 ساعت جنرالایشان عسکرایشان اوجا حضور داشت به متربست او می آمدن کنسرو ماهی و لوبیا و سلاح و مهمات را پایین میکردن تا که از طرف تیرپل 30 چند نفر طالب آمد پاچه‌هایشان ورکدگی چبلغا به کمرشون بسته کدگی بود تا به تایباد رفتن 25 کیلومتر داخل خاک ایران رفتن اوجا که رفتن برشان گفتن سر مخابره خیج خوش شما از مرز تیر شدن اوجا ایران است یک ایرانی نبود اوجا مرده هایشان به سرکا افتیده بود به اندازه ایده که همون محیط را تعفن گرفته بود موی سفیدا جمع شدن رفتن بازی ها را دفن کردن امروز ایرانی ها با مشکلات داخلی مواجه هستند میره خوب میفهمن که 26 میلیون اهل سنت در ایران به عنوان شهروند درجه 3 یاد میشه یک سفیر وزیر ندارن در کابینه شان نیست و امروز هم که نابرابری ها در ایران دامن زده شده اینجا کردها جایگاه ندارن بلوچ ها جایگاه ندارن میلیون ها نفر میرسه و در افغانستان حاکمیت تطبیق امارت اسلامی هست که امان هم میگه تطبیق شریعت هست و در رأس حاکمیت حنفی است این رو مطرح بس داشته باشین زمانی که ما برمیگردیم با پاکستان ما مطالعه میکنین در رأس حکومتشان پنجابی ها هست 75 سال پیش افغانستان با کشور به نام پاکستان هم مرز نبود امروز ما با او هم مرز هستین او امروز میفهمن که تی تی پی طریق طالبان بر ازو مشکل زا هست او اگر رابط دیپلماتیک سیاسی خود را با حکومت فعلی میخوان رقم بزنن بر مبنای ازی هست که شما بر ما چی میکنین امیدوار به این هستیم به همون اساس تعریف واحد از منافع ملی همین روابط ما ادامه پیدا بکنه اگر ایران 43 سال میشه از خمینی تا به خامنه ای تا می لحظه میگه مرگ به امریکا شیطان بزرگ امریکا پس از این که شیطان بزرگ در امریکا در افغانستان شکست خورد از این امتیاز بیشتر به شما چی هست که روابط دیپلماتیک خود با ما شما منظم نمی سازه به شکل رسمی
اینجا برای ما منافع ما مهم هست. اگر ما میلیون ها مهاجر در ایران دارین و میلیون ها مهاجر در پاکستان دارین، پنجابی هم برویش میزنه و زمانی که شهید میشه ما جنازه شهید خود بعد از هفته ها به افغانستان آورده میتونین. همین افغان ها زمانی که در ایران هست سال ها کار میکنن، میلیون ها تومان جمع آوری میکنن، روزی که از اسلام قلعه رد و مرز میشه، اگر شما کمره تان بگیرین، همون شکلی که با وقاحت وزیر خارجه اش و سفیرش اعلام میکرد که در ما هیچ مطرح بس نداره موضوع اخراج مهاجرین را، با یک دیریشی و یک بود از ایران کشیده میشه. از بازوی توانمند افغان ها ایران و پاکستان ساخته شد، اما اوها میخوان منابع ما را داشته باشند. سالانه بیش از 45 میلیارد متر مکعب آبهای طبیعی ما و شما به کشورهای همسایه زیر میشه. در هرات در منطقه تیرپل ما چای نفت داریم، چای نفتی که حکومت ها و در زمان روس ها سروی شده 100 متر از سرک فاصله نداره. امروز ما میان از ایران ما تل وارد میکنین. با کارخانه سیمنت هرات اگر روزانه هزارها تن ما وارد کنین، چندین دهه ما سیمنت می داشته باشین. اما امروز ما محتاج هستیم سیستم دمپینگشون رو ما قبول بکنین. او میفهمه این حکومت فیلی که در افغانستان به ارزش تریلیون ها میلیارد ها دلار تجهیزات نظامی پیشان هست و موضوعش هم تطبیق حاکمیت بر مبنای شریعت هست، بر ما در آینده چطور میشه؟ اگر ما گام های مثبت رو برندارین، روابط دیپلماتیک خوبی رو نداشته باشین، باز ما نمیتون همسایه خوبه باشین و همسایه خوبه که نبودین، باز ما استفاده کرده از منابع افغانستان کرده نمیتونین. همون شکلی که ترکیه اعلام میکنه که ما یورانیم به کار دارم، تا سال 2035 ما ماشینری تولید ماشین خود مجهز با سیستم یورانیم میکنین. چین از ما به کار داره. وقتی که چین میاد قرارداد زغال سنگی را که پاکستان با ما میکنه، به میلیون ها دلار سرمایه گذاری در پاکستان میکنه به خاطر پروسس زغال سنگ، با از طریق واخان بدخشان همسایه ما هست. طبعا او منابع میخواد. اگر ما بگردیم به روسیه، 43 سال قبل پدران ما در روسیه جنگ با همراه روس‌ها جنگ کردند و ده‌ها هزارشان را کشتند. اوها برآمد کابولوف که امروز در رأس نماینده ویژه رئیس جمهور روسیه در امور افغانستان هست، ایجا ترجمانی میکرد. آیا او یادشان رفته؟ اما تنها مشکل ما این هست که حافظه تاریخی ما افغان‌ها بسیار ضعیف است. هیچگاه کوشش نکردین که بر مبنای همون منافع مردم خود، جامعه خود، کشور خود ما پیام ها و برنامه های فکری داشته باشین، اتحاد و انسجام همدیگر پذیری داشته باشین. تا کی ما افغان ها منتظر باشین که بر ما حکومت ها ساخته شوه و بر ما تحمیل شوه، به تریلیون ها دلار سرمایه داشته باشین، اما امروز هم ما محتاج باشین که گندم ما از هندوستان را که گوپرست است او را روان کنند به پاکستان که پنجابی است، او را دیپو بکنه، کرم خورده را برای ما روان بکنه. در طول 20 سال که در افغانستان 2.3 تریلیون دلار پیسه مصرف شد، ما سدهای آب بسته نشد، مدیریت آبهای ما نشد، کشاورزی ما نشد، استخراج معادن نشد. امروز هم ما محتاج هستیم که سازمان ملل، جامعه جهانی برای ما کمک بکنه. از یک آدرس زغال سنگ ما که پاکستانی ها او را قرارداد کردن، میگن ما سالانه 2 میلیارد دلار از نظر اقتصادی ما منفعت کسب میکنین، اما تمام سازمان ملل و جامعه جهانی، بانک انکشافی 2 میلیارد دلار در 18 ماه به افغانستان کمک کرده، به اندازه کمکی که در یک سال کشورهای همسایه از معادن ما و منفعت کسب میکنن. ببینید اینجا ما به کجا هستیم، ما به کجا قرار داریم. شاید از این صحبت ها بسیار دوستا و بسیار بیننده ها به ناآرام شوند، کسایی که وابستگی فکری با کشورهای همسایه داره، اما زمانی که ما به خونبهای شهدای مردم افغانستان، ملت مظلوم افغانستان، او مادری که او پدری که نان خوردن نداره به سرک استاد هست، ما صدا بلند نکنین، ما واقعیت ها را نگین، باز ما چطور میخواین در مقابل ملت ساده شویم و از حقوق حق ما دفاع بکنین؟ اینجا یک بیداری عمومی ضروری هست. کشورهای همسایه هیچگاهی بر ما دوست شده نمیتونن. دکتر سیبوس، ده موضوع په تړاو فکر کوي دلته لګندخنی هم تر لري پر راولار شوی دی. هغه افغانان چې د پخوانی حکومت د سقوط پر مهال گوانډي هیواتونو په ځنګړی توګه ایران ته تللی دي، دغه چاره د غوی پر وړاندې کوم ستونزې نشي پیښه ولای؟ کدام مشکل ای هست که مشکل اصلی ما مشکل اقتصادی هست. امروز همون کسایی که تحت نام رهبر، تحت نام کلانهای جهادی یا فرماندهان قومی و سمتی در ایران حضور دارند، کسایی که در اریکای قدرت ایجا بودند، زمان رکمی ایران ماشینهای دیزلی خوده که از عراق مانده بود به ارزش میلیون ها دلار بالای ما فروخت و او رو ما ایجا آورد ما استفاده نکردین، او طبعا میخواد که از منابع ما استفاده بکنه. زمانی که از هرمند و هریرود آبهای طبیعی میره باز به ترکمنستان با ایران صد دوستی بسته میکنه، بر ما برق تولید میکنه، برق و دمان پیسه شنده قصر ما قطع میکنه، خب با مشکل چی هست؟ آیا حکومت فعلی اوج اتشه نظامی روان میکنه یا اتشه فرهنگی سیاسی روان میکنه؟ مشکلی رو که ایجاد میکنه چی هست؟ اگر هدف ایران و کشورهای همسایه مبارزه و مشکل هست، چطور پای ده ها هزار اولاد وطن به جنگ سوریه و عراق کشانده شد؟ چطور پای اولاد افسر و عسکر وطن که به خاطرشان کمر بسته کرده بود، به خاطر حفظ منافع ملی از نابرابری ذهنی مسافر شد به کشورهای همسایه، امروز به جنگ عراق و به جنگ اوکراین کشانده شد؟ چطور رفتن یا پرواز از کجا کردن؟ همون زمینه مالی را با حمایت ایرانی ها کی برشان مساعد ساخت؟
او کمپ هایی که اونجا موجود هست به خاطر چی هست؟ به خاطر مدیریت دو میدان جنگ هست. باز حکومت حاکم شد و حکومت کابل افراد و اشخاص شد علیه حکومت کابل. خب طبعا مشخص است که برای ما برنامه ها دارن. ډیر زیات مننه ډاکټر سیب کور ودان. رنجبر سیب غواړم بس تاسو خره ټول کوم فکر کوي په عموم کې نور هیوادونه که څه هم دغه مورد د افغانانو د ستونزو د حل په برخه کې څه ناسم مسمر ګام واخی کیدای شي، څه ډول الهام اخیستی شي، او په زمن کې د رسمیت پیژندنې بهیر آیا د ایران سره په دغه برخه کې دغه اقدام ستاسو په باندې ځکه چې تر ډیره ګوته امریکا ته نیول کیږي او د هغوی په اقدام پورې حادث وابسته دي، دغه بهیر نور نسنډوي ستاسو په باندې؟ Но те просто пишут, ну, байги, где всего сапалтали. Сафарат афганану тахтасим. Сава это, да, не зэнди, гене. Это ки ханд не ижады. И хата ага мокен тасил ки ага асана ки хан. Сасмет пишут, ну, это норма вани мавчуд ти пыдеки. Ти манга тул хам сая гаун дир ала каман ди си дага вукумат памдага шаят чуда просмет ву пишани. Ти баз басайл сипыта дир мухим ди дай дюкуменски хал спи. چې لارې هم لري چې که سم اقدام وشي هغه کار کیږي، مګر د تعامل ایجادول، د خبرو کول زمینه د دې چې تفاهم وشي په خپل منځ کې سره، دغه ډېر ضرور ده. ډېر ملکتو سره یې لرو، به ټولو سره دا ایجاد کړو. د هغوی له لارې به نور تفاهمات کیدای شي ایجاد شي. دغه سفارتونه خو پلونه دي د هغه دوه ملکتونو په منځ کې چې یو بل سره وصله وي. نو دا زه په خفر نیسم ول ایران سره مونږ نږدې کوي، ولې په هغه شرایط د شرایط چې په هغه باندې ایران مونږ وپېژني هغه دا نه شي کولای. څه حال زه په دې عقیده یم چې د مونږ د منطقې مملکتونه هغه هم دغه ګروپ دی، روسیه او ایران او چین او دغه نور، دوی ممکن د سجاوي دغه وپېژني. د مونږ د اوسنۍ حاکمیت په افغانستان کې په رسمیت وپېژني، که د هغوی تشویش د تروریستي حرکتونو له افغانستان نه دوی تهدید ایران است. موږ چې زر کراته وایو، هر ورځ تکرار کوو چې د موږ له خاورې نه دوی دا تهدیدات نه تهدیدوي، او بخې دا خطرات دوی نه تهدیدوي، دا هغوی نه مني دا خبر. ولې هغوی نور اطلاعات لري، نور زمینې لري ورته چې دا خطر همیشه موجود ده. اوس به دا دولت نه غواړي چې دا کار وکړي. سبا که لږ هغه خراب شو، کیدای شي له دې نه استفاده وکړي. دغه موضوع که ده حل کړه له خپلو همسایګانو دغو دوی سره، دوی به دغه نورو شیانو ته غوره نه ګوري چې حکومت راګیر ده که نه ده، حقوق د بشر مراعاتیږي که نه مراعاتیږي، هغه بېله موضوع. امریکا هم دغه مسایل چې وړاندې کړي دي چې پراګیر حکومت و داون چې ټول یې تکراروي ټول مملکتونه، دغه یو سلسله بهانې دي د خپلو ډېر اهدافو لاسته راوړلو ته چې دوی لري. زه بیا تکراروم چې که دغسې یو هغه له همسایګانو نه حل شي، او امریکا در اعتماد پیدا کړي چې افغانستان هیڅ وخت د هغه د منافع په ضد نه استعمالېږي، ممکن افغانستان وشي کولی چې په رسمیت هم وپېژندل شي او روابط هم ډېر ښه ټولو سره ایجاد شي. مګر که امریکا دغه تشویش پیدا کړي چې دی د ما لاسه لاړ، او دلته زه اوس هېڅ منفعت نه لرم، هېڅ هغه پابندي دلته نه شم کولی، بیا هغه دلته خرابای کوي، دلته امنیت خرابوي، دلته نور پرابلمونه خلقی د منطقه متشنج کوي. ولې دې لپاره چې موږ شاوخوا ټول دغه حریفان پراته دي، ایران چې دښمني ورسره لري، روسیه چې په جنګ کې د اوکراین سره، چین د نور دي، ټول حریفان دي. دغه له خاطره د منطقه نارامه سي. بیا زه خبره کوم چې د موږ دغه دولت تصرف ده چې هم د امریکا منافع وساتي، هغه شی چې هغه غواړي اطمینان ورکړي، داسې نه چې دغه افراد تعین کړي دلته راسي حکومت یې هغه خو څوک نه مني، ولې هغه ته باید دغه اطمینان وي چې افغانستان د هغه په ضد نه استعمالېږي. ډاکټر صاحب، که څه هم دغه اطمینان په بخنس اساس خبره قطع کوم، حکومت له پایله تر اوسه پورې ټول نړۍ ته ورکوي چې هیچ چا ته د افغانستان څخه ګواښ نه پېښېږي. خو کله چې تاسو مخکې د تروریستي ګواښونو د البته هیوادونو په تړاو باندې د ګواښونو د موجودیت خبره کوئ، عملا هم بیا بل ورته د ګاونډیو هیوادونو سره د اړیکو د رغولو په برخه کې خبره رامنځته کېږي. مخکې ډاکټر صاحب یادونه وکړه چې اولویت باید هغه لري چې تر ډېره پورې هغو هیوادونو سره باید اړیکې ډېرې عادي کړل شي چې زموږ راکړه ورکړه په هره برخه کې ورسره زیاتې اړیکې لرو. یعنې پاکستان تر ننه پورې اوس په افغانستان تور لګوي، او په یو لور ته وروستي سفر چې کابل ته یې چارواکو درلوست، د هغوی رسنیو په وینا باندې د دوی څخه اطمینان اخیستل شوی دی چې د ترهګرۍ یو مسلح یا ډلو سره د همکارۍ او د مبارزې خبره کیږي.
دغه هیوادونه په یو ورته خپل دوی خندونه هم نه جوړه ایستاسې پان باندې لومړی دغه ټکی څه ډول حل کیدونکی دی؟ اوسه دا عرض وکړم چې د پاکستان حساب بیخي بیل. پاکستان هغه روابط چې موږ سره لري هغه روابط په خپل داخل د مملکت کې له خپل مخالفینو سره چې لري دته یې بیخي یو خاص موقف د موږ په روابطو کې ورکړی دی. د موږ دولت ته اوس ډېر مشکله ده. د موږ اوسنی دولت په افغانستان کې ده چې دی د دولت حکومت د پاکستان وساتي، د یو حکومت د یو همسایه هغه پیس باندې قدرت پیس باندې، یا د هغه مخالفین وده چې په هغه جمله کې پاکستان طالبان هم شامل دي، هغه ټي ټي پي چې ورته وایي، آیا هغه له ځانه خفه کي یا دی خفه کي؟ د د خوا وساتي که د هغه وساتي؟ د هغوی په منځ کې موازنه ساتل ډېر مشکل کار ده. زه نه پوهېږم دوی به څه رقم حل کړي دغه موضوع. هغوی خپل منځ کې جوړ رانغله، دوی کوشش وکړه چې دوی منځ کې یو آتشپس وسي ورسره کوم مفاهمه او مصالحې ته ورسېږي، دا کار ونه شو. هغوی هغه اعلان د بهاري حملاتو وکړو، حملات یې شروع کړي دي، عین تر کراچۍ یې رسولي، او دوی د موږ له دولته غواړي، د موږ له حکومت نه غواړي چې دوی هغه ټي ټي پي پیډه دي چې دغه تروریستي عملو ته چې هغوی تروریستي ګڼي او دوی جهاد ګڼي چې په دغه باندې لاس ووهي. د هغه له خاطره پاکستان په ډېر لویو پرابلمونو اخته ده چې زیات یې د افغانستان حلېدل او اوس نه حلېږي. له هغه سره د موږ مناسبات په ډېر نازک حالت کې دي چې زه تشویش لرم چې څه رقم به حل شي. مګر نور ایران او چین او روسیه او دا د دوی سره ساده حلېږي که هم هغه تشویش تروریستي رفع شي. ډیر زیات مننه له تاسو څخه د سیاسي چارو شنونکی ډاکټر صاحب بصیر رنجبر او همدار د افغانستان د واحد ملت د یووالي بهیر مشر ډاکټر صاحب محمد زلمی افغانیار پوپل له تاسو څخه شي پروګرام تر اغلی هر کله راشي. له تاسو ټولو لیدونکو هم نړۍ مننه چې تر دې شیبې زموږ سره وای. تر بیا ښه چاره. لیدلو مو مننه.